بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو امیدوارم که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه حق باشه با توجه به اینکه این صوتی که از های دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه بیرون اومده من مناسب دونستم خیلی سریع و در اسرع وقت نکاتی رو راجع به این صوت خدمتون عرض بکنم چون دیدم خیلی فضا قبارالود و, و حتی فرصت نیستش که سخنرانی صورت بگیره همینطور صوتی ضبط میکنم و در اختیار شما عزیزان قرار گیره خب من کامل با دقت صوت رو گوش کردم چند نکته به ذهنم رسید که با شما عزیزان در میان بگذارم اولا به نظر من این یه گفتگوی از پیش شده و انتخاباتیه تمام المانهای لازم برای تحریک جامعه ری مدنظر نظر این طیف سیاسی در واقع لیبرال ها و غرب ها رو داره تمام علمان های لازم رو حالا دونه دونه مستاقا نرز میکنم خدمتون سوالات همه مشخصه حتی آماده شده است بعضی از مسائل جالب این که در موارد عکسایی از قبل مشخص شده شما در صدا میشنوید که عکسایی رو آماده میکنند و سرعت آماده سازی عکس ها انقدر سریعه که اصلا امکان وجود نداره بعضی از این عکس خیلی تخصصیه مربوط به مذاکرات در یک نقطه یک گوشه ای از دنیاست و خیلی اصلا ما شاید ما وزارت عادی نتونیم پیدا بکنیم اینا رو اما اینا در اختیارشون قرار گرفته و جالب همینطور که یعنی مکالمه اینجوری نیستش که همینطور پیش رفته صحبت شده نه کاملا مهندسی شده است مشخصه خیلی بدیهیه جالبه مثلا مجری که حالا خیلی هم حالا با اون لحن و اون در واقع های زردی که در مصاحبه میزنه خورده در واقع نچسب هم هستش مثلا یه جایی هست اشاره میکنم شبا که مردم میریختن تو خیابونا دیدن اونا متاثر می شدیم بعد عکسش همون لحظه پخش شده و آیه زریف هم یاره منم متاثر میشم هر دفعه اینا رو می بینم آقا ما می رفتیم لای مردم گریه می کردیم و نمیدونم از این حرفا خب میخوام می بگم آماده شده است یعنی یه تحریزی همونطور که در صوت هم هستش بارها با آشنا اشاره میشه توسط تیم رسانی امنیتی این دولت محترم آماده شده نظر بنده اینه اینطور از این فکت های اون چیزی که ما میبینیم این نکاتی که وجود داره من اینطور برداشت میکنم و فراموش هم نکنیم ما امنیتی ترین دولت تاریخ کشورمون رو داریم حتی بعید میدونم قبل انقلابم هم همچین دولتی سر کار بوده باشه تقریبا بیش از نیمی از اعضای کابینه رو امنیتی ها و اطلاعاتی بازنشسته که الان در نقطه دیگه در جای دیگه تو سیاست یا تو اقتصاد شدیدن سرگرم کارن و شستن و رفتن و بردن هستن تشکیل دادن کابینه رو مورد دوم که حالا به ذهنم میرسه خدمتتون میگم توی مسابقه مصاحبه دقت بفهمید کاملا القای محبوبیت آقای ظریف صورت میگیره بارها گفته میشه که تو نظر سنجی ها شما اینطورید ما کف خیابون رفتیم اینطور گفتن یک جا هست خود ظریف میگه من همین الان 65 درصد محبوبیت دارم تاکید میشه 42 دو سال شما سابقه دارید آدم متخصص هستید یا مجری بارها میگه ملت ایران انتخابشون شما شما ایشون نمیدونم به نمایندگی از کجا نمایندگی ملت ایران داره که میتونین قضاوت رو بکنه یا یک جا علیه روسیه وقت های ظریف صحبت میکنه همین الان ده میلیون به رأی شما اضافه شد یعنی اصلا اینا ناخواسته صحبت از انتخابات اصلا انگار کسی که چون مبنای این صحبت بر, م... بر, اون اساس شکل گرفته هی دستشون میره هی اشاره به رأی میکنن خب در واقع جزء گافا و سوتیایی که اینجا صورت میگیره میخوام بگم هی, میخوا هی الغا که الان شما بهترین کاندیدای موجود شمایی خب حالا در ادامه میگم مطالب دیگه هم هست این صوت جوری تنظیم شده و این گفتگو به سمت پیش رفته که جلب نظر سکولارها کنه ببینید من بارها تو سخنرانی گفتم یه سخنرانی راجع به انتخابات کردم تو که وعده داده بودم این ضبطش تمام شده خب با توجه به اینکه بچه‌ها می‌خواستن آمارا رو بیارن گفتن ضبطی باشه لایو نباشه و فکر می‌کنم امروز فردا آماده بشه میاد بیرون حالا اونو حتما نگاه بکنید اونجا هست کردم قبلا هم گفتم تو سخنرانی فروردین 96 هم و اسفند 95 اینکه ببینید جامعه رای در کشور ما من بخوام تقسیم بندی کنم یه جامعه رای سکولار داریم که اینا به شرطی در انتخابات شرکت میکنن که تصور کنن میتونن به اصل نظام ضربه بزنن و لیبرال ها همیشه با تحریک اینها خیلی خوب از این جامعه سواری میگیرن انصافا خوبم سواری میگیرن در واقع اینا برای مشارکت های بالاست یعنی کسایی که معمولا تو انتخاب شرکت نمیکنن و زمانی شرکت میکنن که بتونن ضربه بزنن و با زاویه ترین جریان و گفتمان با انقلاب اسلامی در واقع رای میدن خب به صورت خیلی استادانه این جامعه اینجا تحریک شدن در این مصاحبه خب و از سمت دیگه جالب دولت یعنی خیلی استادانه داره از یک طرف سکولارها رو به رأی دادن برای دور بعدی دعوت میکنه و از سمتی قشر مستضعف متوسط و متوسط به پایین جامعه رو که معمولا رأیشون شما میتونه دور قبل در دولت قبل احمدی نژاد بوده اینها رو دل سرد کرده از انتخابات چطور یعنی با فشارهای اقتصادی وحشتناکی که داره بر گرده اونها وارد میکنه یارو اونا ناامید که در انتخابات شرکت نکنه از این طرف قشت سکولار شرکت کنه که دقیقاً این جامعه رای و پیروزی اینها در آینده قطعی بشه خب هیچ چیزی در عمل اینا ندارن هیچ کاری نکردن فضاحت به معنی واقعی کلمه بار آوردن اوضاع اقتصادی مملکت رو دارید میبینید به اسم اقتصاد اینا سر کار اومدن اینو گفته هم چند چرخ سانتریفیوژ میچرخونیم هم چرخ اقتصاد و سانتریفیوژ که ترکیده اقتصادم که از اون بدتر ترکیده فلزا فقط باید تحریک کنن قشر سکولار و مرفه جامعه رو که این فشار اقتصادی نه تنها به فشار فشار نیاورده بالا رفتن قیمت دلار قیمت مسکن اینا اینا رو ثروتمندتر هم کرده خب اینا خوشی زیر دلشون میزنه همین سلبریتی جماعت و امثال هم اینا میان برای اینا رای میدن برای اینکه این اتفاق بیفته باید یه دو قطبی جدید و تند طراحی میشد خب که این دو قطبی طراحی شد در ادامه راجع به صحبت میکنم نکته چهارمی که در این سخنرانی در این مصاحبه بهتره بگیم در این سناریو بگیم باز خیلی بهتره در این سناریو القا صورت میگیره به مردم و مردم قانع بشن که آقای ظریف مورد توافق همه گروه ها و اوغلاست این خیلی تاکید می حتی خودشون با افتخار و در نهایت تبختر میگه بله اوغلا رو من اجماع داشتن یعنی احتمالاً هر کسی که ایشون قبول نداره بی و از دایره اوغلا خارجه اسم بره روحانی بارها دنبال من بود نمیدونم خدمت شما از کنم قالیباف همون سالها بر من دو نفر رو فرستاد پیغام من خود رهبر انقلاب خدمت شما ارز بکنم ارادت از قبل ما لطف داشتند و اینطور خود خاتمی حتی جالب این مجری محترم که حالا خیلی نمیخوام در مورد خود کاراکتر صحبت بکنم مهم نیست خدمت شما عرض کنم وقتی میخواد همون ابتدای مصاحبه معرفی کنه آی ظریفو میگه مهمترین عضو کابینه خاتمی خواهش هم میگه به قولی بعد میگه روحانی یعنی اصلا اینا توی این فضا هستن این در رو بکیراند ذهنشونه خب حالا با این عنوان که آقای خاتمی هم خیلی لطف داشتن به ایشون ناطق نوری هاشمی که اصلا هی صداش میکرد میگفته آقا برو جلو نترس از این حرف این همه تو صحبت تو هستش و این نکته خیلی جالب وجود داره یه ابراز ارادت های خیلی ویژه به رهبر انقلاب تو این مصاحبه صورت میگیره خدمت شما از آی ظریف حضرت آقا آقا مقام معظم رهبری مجری هم همینطور مقام معظم رهبری تعریف تمجید بهت از بهترین دیپلمات ها هستن ایشون خیلی خوبه حالا من نمیام نف کنم اینا رو بحثم این نیست چرا این داره صورت میگیره ببینید میخواد یه اتفاقی بیفته این مطلب به نظام القا بشه که آقا بهترین گزینه الان ظریف حداقل خودت میگه 65 درصد محبوبیت داره خود ظریف هم داره میگه میگه نظر سنجی دانشگاه مری بوده بعد خب من که آقا رو قبول دارم تازه برای من آقا هم نیست حضرت آقاست به منم که لطف داشتن به من اعتمادم داشتن از قبل و مشارکت هم بالاخره نظام نیاز داره بعد از این فضاحتی که دولت روحانی به وجود آورده و پایین اومدن مشارکت در واقع شاید دهنکجی به نظام تلقی بشین که مردم ناامیدن پس بیاید رو من اجماع کنید ببین این هدف مصاحبه اینه هدف مصاحبه که گزینه جز ظریف نیست حالا یا در قامت رئیس جمهور و حتی در هم شما اگه دقت کنید دیدید که مجرم میگه میگه حالا رئیس جمهور نشد در قامت معاون اول یا چیز دیگه حالا بالاخره مثلا به فرض کنید آقای ظریف شرکت نکنه یا رد صلاحیت بشه به خاطر این حرفای عجیب غریب من خواستم مزخرفات و عراجیف چون واقعا و دروغ ها خب حالا من عرض میکنم مواردی که سراحتا دروغ میگه این خیلی زننده است برای من اما به من که شوره نگهبان نیستم اما خب اگر هم چیز نشد بگن حالا ایشون بیاد از یه گزینه پوششی در یه گزینه دیگه حمایت بکنه خب اینا قبلا تجربه این کار دارن روحانی 3 درصد بود خدای هاشمی تو جم... جم... جماران سخنرانی می‌کنم یه نهای روحانی 3 درصد محبوبیت داشت 3 درصد نه 65 درصد 10 درصد 20 درصد 3 درصد محبوبیت داشت و من اومدم ازش حمایت کردم اومد شد 51 درصد خب اینجا هم آقای ظریف در واقع در قامت معاون اول که نیاز به تایید صلاحیت کسی نداره بیاد و خدمت شما عرض بکنم یه از یه گزینه‌ای که تایید صلاحیت میشه حمایت بکنه و قول بدیم معاون اول بشه و سیاست ها و حرف های آقای ظریف در واقع اجرا بشه برای نظام که نیاز به مشارکت داره مورد بعدی الغای رفاقت با امریکایی از بایدن تا کری آقای کری به گوشی خودم زنگ می‌زد با من صحبت میکرد این حرفا زده میشه برای اینکه به مردم من بیام اصلا صحبت رفاقت با امریکایی هست. و حالا رئیس جمهوری در امریکا به ریاست جمهوری است های بایدن که حالا مثلا این دارن تاکید میکنن که از قدیم آی زریف رابطه خوبی داشت و رابطه داشته و حالا اینطور مورد این که شیشم این که ایشون در عین حال اصلا شیفته قدرت نیست ملاحظات پذیرفتن پستش میگه خدا برای من مهمه مردم برای من مهمه ناز کردن ها که از من میخواستن من نمیومدم الان بر ریاست جمهوریشون قسم خورد که میدونید که قسم خورد نمیاد و امای داشت منتها چند وقت پیش پستی در اینستاگرامش گذاشت که اگر نمیدونم حالا مثلا تندروها میخوان فشار بیارن حرفا چیز بزنم منم رو تصمیماتم متزلزل میشم یعنی چی یعنی رو که قسم خوردم نمیام نه حالا میام خب طبعا این صوت بیرون بیاد خیلی به ایشون ایراد میگیرن فلز قطعا ایشون متزلزل میشه و میخواد بیاد خب یا حمایت بکنه از یه فرد دیگه همه اینا میخواد بگه که ببین همین انتخاباتیه من نمیدونم اصلا شما ول کنید اصلا حرفای کیشو میزنه خب همین انتخاباتیه اهل خانواده هستن ایشون اصلا اینا همه اینا گزارای انتخاباتی برای مردم دیگه خب میدونی مردم ما خیلی برشون مهمه که کسی که سرکار کار میاد دعوا درست نکنه مثلا اینکه دلیل که روحانی 92 رای آورد این بود که اومد گفت آقا افراد و تفریط رو بذارم کنار اعتدال تدبیر مردم خسته بودن از دعوای لاریجانی و احمدی نژاد خب این چون القا میکنه دیگه میگه همه اوغلا رو من اجماع دارن از چپ و راست مثلا ببینید قالیباف هم دنبال من بوده رهبر انقلاب لطف داشته به من خاتمی روحانی آشمی نمیدونم همه رو میگه دیگه خب ولی از این جالب بدین تو گزار انتخابات خیلی بر مردم مهمه خب اینو قشنگ ایشون القا میکنه تو یه مصاحبه بارها صحبت میشه تاکید میشه این که میگم القا دارم میگم القا میکنن القا میکنن اصلا اسم میبرن <تصفح> گفته میشه یعنی و در مجموع این فضا و این اتمسفر برای مخاطب به وجود میاد در مورد دیگه مثلا تاکید بر این میشه که مردم یادشون رفته امیده به وجود اومده سال 92 اینو تاکید میکنن امای داره این ماجرا که خیلی 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 مهمه اون اماش هم اینکه ادعی نگذاشتند ببین تو این فضا آیا ظریف میاد مقایسه ای انجام میده بین 598 در واقع قطنامه 598 که در واقع جنگ ایران و عراق بود جنگ حالا دفاع مقدس بود 500 و برجام و جالب میگه که برجام بسیار موفق تر اصلا دیگه واقعا خیلی برای من عجیبه چیه برجامو دارن میگن موفق بوده حالا من من واقعا تو فضای نقد صحبت های ظریف نیستم و گریز های با نمک مجری خب یعنی فقط میخوام بهتون بگم این فضا چیه حالا ما یه جایی شاید یه فرصتی دیگه فرصت یا همینجا امروز بتونم یه حرف بزنم اما حتما فرصتی یاد با این به صحبت بشه بسیار موفق تر بوده سخت تر بوده از روز اول از همون لحظه تیر و خنجر از پشت شروع شد والا کل نظام مجلس برایشون 20 دقیقه برجام تصویر کرد همه آماده همه ملاحظه دهنا بسته میشد کسی جرئت نداشت حرف بزنه صدا و سیما کاملا در اختیار دولت هیچکس کس حق نداشت برجام نقد بکنه کوچکترین نقد رو بر برجام بلایی سر ببینید چه بلایی سر سرافراز اومد اون برهه فقط اجازه داد دو تا مناظره برگزار بشه مناظره یعنی طرف مقابل آمده نشسته بهشتی رو مراوردن نشسته مد محمدی این طرف آمده نشست با هم صحبت کردن آقا زدن ترکوندن این یه عجیب غریب خدا وکیلی. آقا خوبه بدونید چندین نفر از نمایندگان کنگره آمریکا نامه نوشتن به دولتی به مرد به ما نامه نوشتن به مردم که آقا این چیزی که این آقای کریو اوباما دارن امضا میکنن دارن پیش میبرن مورد تایید کنگره نیست و حرف خود ایناس این هست این بعدا ما میزنیم زیرشا مجلس ما هم ما این کرد یعنی ما کاری کردیم خود امریکایی ها نکردن او. اینا بارها صحبت میشه که اقلیتی که توان ایجاد موج گسترده دارن ظریف میگه و سودشان در امنیتی کردن ماجراست ای ظریف میگه موج تایید میکنه میخواد بگه یه اقلیتی و اینا اگه اقلیتن چیزی موج گسترده تونستن تولید بکنن بعد خدمت شما هست کنم یه جا میگه که میگه که آقا نمیدونم من که تفنگ ندارم من که پول ندارم خب این یعنی چی من که تفنگ ندارم من که پول ندارم یعنی یه گروهی هستش که تفنگ داره و پول داره این همون حرف روحانیه که میگفتش که دولت در سایه ای که هم تفنگ داره هم رسانه داره هم پول داره منظور در واقع نهادهای نظامی علل خصوص سپاهو دارن میگن دیگه حالا من میخوام با مردم بی‌تعارف صحبت بکنم چون اینا وقاحت از حد گذروندن یعنی اصلا صحبت این چیزا واقعا واقعی ان همچین چیزی من دیگه تو عمرم ندیده بودم واقعا نمیدونم تو دانشگاه علوم سیاسی تدریس نشده اینا فقط تو عملیات روانی و اینجور چیزا باید تدریس بشه این کارا خب ببین اینا رو میاره مقایسه میکنه 590 اش قطنامه رو که اصلا خود قطنامه قصه جدایی داره من توصیه میکنم به کتاب راز قطنامه رو بخونید تا بفهم چی چیکارا کردن همینجا همین, همین تیم انا جالب عکساشونو که نگاه کنید آی روحانیه آی ظریف همین تیم نشسته این فوق تخصص امتیاز دهی دارن در تاریخ ما خب همین تیم نشستن و کار اینجوری پیش بردن یه سودشون در من خیلی دم کنترل میکنم خودم و خدا شاهده وقتی شنیدم اصلا واقعا به هم ریختم که چطور یه نفر میتونه این حرفا رو پشت سرم ردیف کنه مورد بعدی مورد نهم که آی ظریف تاکید میکنه تو ببین همینا انتخاباتیه میبینید تا الان هر حرفی زده شده انتخاباتی مورد نهم مردم انتخاب کردن که رأی ندیم و چون مردم انتخاب کردن که رأی ندیم مجلس رو داره میگه الان یه دی رفتن تو مجلس که 221 نفرشون خواهان این شدن که برخورد بشه با کسایی که دارن در واقع برخلاف مسائل نظام کار میکنه از منظور خودش و روحانی رو میگه خب ببینید میگه مردم انتخابی یعنی مردم شماها قهر کردید از پای های رأی این تندروها اومدن سر کار بعد برای اینکه این تندروی رو جا بندازه مجبور میشه اون حرفای عجیب غریب رو در مورد سردار سلیمانی بگه که رو به صحبت میکنیم خدمتتون خب انتقاد میکنه از مردم بعد مجری اونجا وسط میاد خودش میگه ما به مردم نگفتیم باید به مردم میگفت فوش میدن به صدا و سیما صدا و سیما این کارو کرده جالب بده مثلا یه مناظره برگزار شد تو در مورد برجام دو سال سال دوم برجام در شد برنامه, برنامه سوریا وزارت و مناظره برگزار شد یه نفر از مخالفان برجام از موافقان برجام که مدیر مسئول روزنامه شرق که تو بزک کردن در واقع غرب آمریکا دیگه ایشون سنگ تمام واقعا گوش فوق تخصص دارن یا پست دکترا باید بهشون بدن اومد اونجا یک کلمه نتونست بر دفع دفاع کنه و هست فیلمش تو عادی آ... بر آدم عاقل و بالغ آورده نتونسته دفاع کنه تهدید به شکایت کردن فوش دادن گفتن شما برداشتید این مز... مسابر رو ساختید بود مناظره است باشه شما شما همین الان من هم میگم هر کدومتون اگه مردید بیاد مناظره رو این برجام دیگه میشیم حرف بزنیم خب به آدمتون از وزارت خارجه میفرسته یعنی اصلا وزارت خارجه وزارت مصمول کردن تمام انتقاداته بعد شکایت تهدید به شکایت و فلان میخوام بگم اینا ما به مردم نگفتیم چی رو نگفتید صبح تا شب شما آب خوردن مردم رو ب... به مردم پالسای فرستادید آقای روحانی به محض اینکه به ریاست جمهوری رسید گفتش که آقا ما نمیدونم تو یکی از این استانامون سه ماه بیشتر گندم نداریم بعد اومدن تکذیب شد این ادعا شما فکر کنید میخوایم مذاکره رو شروع کرد شروع کرد داری پالس میفرستید که آقا مردم ممکن از لذت گشنگی بمیرن نون ندارن بخورن خب آقا خزانه خالیه یعنی اصلا چه کار عجیب غریبی که من نمیگم اینا سر الزام خیانت حداقل سر نفهمی هستش. یا درباره سوریه کلی سانسور صورت گرفت. جانکری اومد به من گفتش که تا الان اسرائیل 200 بار به سوریه حمله کرده. حالا جانکری بنده خدا امروز هم اونم اومده تکذیب کرده گفته من هم حرفی نزدم به ظریف. ظریف اومده گفته البته من اینجا میگم اینا میگن که آقا شما چرا حرف جان جانکری رو گوش می حرف ما که میگی یعنی گوش نمیکنم ما هموطنتونم فلان جو. بله شما برای شما جانکری خیلی هموطن‌تره تا ما. چون اونا متن برجام خبر داشتن ما خبر نداشتیم مردم ایران همیشه نامحرم بودن همه چی ماها باید از رسانه های آمریکایی پیگیری میکردیم که چه اتفاقی داره تو برجام و مذاکرات شما پیش میاد حمله به اینول و اینا رو میگه ببینید میخواد بگه این مردم شماها نیومدید اینا اومدن و خیلی هم مقصر نیستیم این که فن عمل روانی اگه مردم خیلی مقصر کنی مردم پس میزنن خب میع... یک از تکنیک های عمل درونی بعد بگید هم مردم همیشه دوستان تقصیر گردن یکی دیگه باشه میخوام خب بگم نه گردن شما شما میسا... مثلا مثلا ما ما به شما نگفت آقا صدا ما نذاش به شما بگیم صدا شما سانسور میکرد آقا شما این همه تو توییترت میاد و توییت میزدی پستای اینستاگرامی میذاشتی هر چه دهنتون در اومد تو سخنرانیاتون گفتید از نقد به معصوم و امام زمان که شروع کردید و خدمت شما از کنه بالا و پایین و هر چی خواستید گفتید یعنی چی نگفتید تمام شبکه‌های اجتماعی شما دست آشناست کانال تلگرامی که همه رو ردیف کردید خریدید کانال تنزی که رو انداختید و رفتید خریداری کردید اون اسمم ببریم اگر شما ادامه بدید بنده اسم تک تکشون هم براتون میبرم خب رفتید خریدید که تو قالب اون هرچی دلتون خواست به خورد مردم بزید حالی کانال اینترتینمنت رو انداخت یوهوی اون وسط یه یعنی کلیپ میرن بعد جالب انقدرم تابلو اینا بعضا برمیدارن مطلب کار میکنن همشون غلط املایی رو دارن مثلا غلط انشایی دارن بعد جالب مثلا کلیپو گرفتی نیاز به دانلودش نیست یعنی <تصفح> فوروارد شده فقط یه ادیت کپشن خورده دارید استفاده کانال گروهی دارید شما اینا رو که دیگه بر ما نفرمید مورد دهم یه اشارات سخیفی صورت میگیره تو این ماجرا که بازم انتخاباتی این الان ده مورد گفتم همه انتخاباتی واسه صحبت انتخاباتیه اشارات سخیفی برای جذب این تینیجر و رعی اولی ها و این بچه مچه ها و خدمت شما از بکنم و قشن خاکستری آره آ اینجا همونجا بود که شما ریختید میگن شامپاین های خیلی خوبی همونجا بود زدید شیکوندید آ ظریف نه من نبودم بقیه برادر رفتن شامپاین شیکوندن آقا چرا نفروختینشون بالاخره خرید و فروش اینام حرام دیگه اینا ما البته ما نشکوندیم دیگه اینو بدونید تو مذاکره با اشتون جلیلی از پا افتاد شما از کمر افتادید نمیدونم ببخشید من رو تکرار میکنم برای اینکه میخوام یه جا بیان بگم حرف اینطور نمیزنم فکت دارم یا در مورد رقص نه آقا حرکات موزون آقا مشکل شما حرکات موزون نه ما مو مشکل فلان این چیزا در مورد سینه گاو پستان گاو صحبت شد و فلان عضوشو گرفتن بریدن و هر هرکر که رو خب اینا فکر کنید مثلا گفتگو یه سیاستمدار ارشد مملکت ماست خب خب اینا برای چیه برای اینکه جذب بشه خاکستریه برای جذب تینیجر است برای جذب جووناست که اینا رو جذب کنم بیان آقا بلند شید بیان. مورد بعدی مورد 11 حالا اینجا من نوت برداری کردم قرار دادن برخی از چهرهایی که در نگاه قشر خاکستری و سکولار سیاه نماد تندروی هستن مثل مثلا آقای جلیلی یا آقای شریعت مداری یا سری از نظامی بارها مثلا در این مصاحبه اسم جلیلی میاد حرف جلیلی میاد و جلیلی این کار کرد ما عوضش این کار کرد جلیلی گفت اگه شیش ما ادامه پیدا کنه علم میشه بل میشه چلو خب حالت درست و ایدالش اینه که آیه آی ظریفیه طرف میز بشینه آیه یه طرف بشینه من از جلیلی هم دفاع نمی‌کنم خب و من تو عمرم آیه جلیلیه تولا از نزدیک خدا گواهی ندیدم و یک مرتبه حتی با ایشون مکالمه هم نداشتم اینجوری بخوام به خدمت شما بگم خب نه اینا مثلا تفای هم الزام من ازشون نمی‌کنم میگم حداقل بذارید حرف ایشون هم شنیده بشه اما چرا چون جلیلیه نمادی بود سال 92 دوباره دارن اونو رو زندهش میکنن خب بر این قشر خاکستری یا سیاه و میدونید که این چون نوستالژی داره تحریک روانی میکنه اینا همش روش های عملیات روانی یا مثلا جالبه یه فیلمی پخش شد در امریکای سریالی پخش شد که نماینده ایران وقتی رفت به سمت مذاکره با آمریکا بر سر هواپیما خیلی جالبه توی فرودگاه با ویلچر رفت که نماد شکست ایرانی بود میدونید چرا رو ویلچر انتخاب کردن چون امریکایی از تحریم ها با عنوان تحریم های فلج کننده یاد میکردند خب برای همین ایران رو روی ویلچر نشون دادن دقیقاً همون تایم آقای ظریف برای مذاکره که میره رو ویلچر میره میگه من کمرم گرفته مثلا خیلی اتفاقا خیلی اتفاق عجیب غریب بعد توی این مسابقه میگه حسین شریعت مداری یه تیتر زد اون تیتر باعث شد من کمرم بگیره یعنی اون تیتر باعث شد که ای تیترها اینا علیه من نوعی زدن تا الان خب یه باری یادم همین وزارت ارتباطاتشون فقط 46 تا خبرگزاری و سایت رو سر خط کرده سر اون دروغی که گفتن نمیدونم دستگاهی که ما ساختیم نمیدونم مثلا هواپیما میندازه و اینا که بعدا گفتن نه ما منظورمون این نبوده اون منظورمون این نبوده رو یه جا گفتن تو به یک بخشای داخلی یه خبرگزاری اما اون که تهمت رو زدن عمومی گفتن خب یه تیت زد کمرش گرفت این خیلی جالبه ویلچری شد خب و بالاخره خب آیه شریعت مداری از اونجا که از چهرهایی که برای قشر در واقع سیاه و سکولار نماد تندروی و افراتیگری محسوب میشه اینجا خوب جواب میده برای دوباره تحریک اینو. این یک کلام من بخوام بگم این مسابقه یک گرفته برای دوباره تحریک کردن سکولارها و تحمیق اینها و دوباره از اینا یه دو قطبی درست بکنن و رای جمع بکنن چیز دیگه ای نیستش مورد بعدی مورد دوازدهم این که القا این که نظامیان کارشکنی کردن تو مذاکرات ماجرای ایران ایر گفته میشه یا دوشیدن دیپلمات ها هزینه برای دیپلماسی کشور به وجود آوردن اطلاع نداشتن از خیلی از موارد نمیدونم روسیه ایرانو برد کشون به جنگ در سوریه برای اینکه برجامو به هم بزنه گرفتن قایقای آمریکایی خب قایقای آمریکایی اومدن توی آبهای ما بعد خود اونا پذیرفتن که آقا گفتن الله جی پی اس اون اختلال پیدا کرده هر چیزی اونا اومدن وارد آپای ما با چیکار کنیم وایس هیچ کاری انجام ندیم چرا اون طرف ماجرا رو که نظامیان بارها کوتاه اومدن در مقابل شما و به خواست شما کجا موارد متعدد آزمایشات موشکی متوقف شد و حالا البته ربط این که مذاکرات هسته چه ربطی آزمایش موشکی داره بماند آقا طرف داره موشکاشو آزمایش میکنه میخواد بگه من قدرت نظامی دارم خب اما هسته ای شما بحثم سر بمب باشه من بمب ندارم بیا اثبات بتون میکنم خب اصلا عقل میگه همزمان بعد شما اینو نشون بدی که قدرت دیپلماسی بره بالا شما از نقطه ضعف نری تو اینو فکر میکنه بچه‌ای تو علوم سیاسی اینو روابط بین الملل اینو بفهمه خب مونتا اینو برعکس میگه یا کشتی که داشت میرفت سمت یمن این کشتی جالب بدونید افراد ضد جنگ و طرفدار صلح از کل دنیا روی عرشه کشتی بودن من یادم از فکر از عراق برمیگشتم از سوریه برمیگشتم از کجا داشتم برمیگشتم تو فرودگاه امام خمینی آی سانبایو دیدم این دوستان قدیمی ما فرانسوی سیاه‌پوست فرانسوی ما رو دیدم دیگه رو به بغل کردیم و روبوسی کردیم و ایشون رو اوزه صهیونیست کار میکنه یک دو بار ایران تشریف آوردن ما خدمتشون بودیم گفتم کجا می‌خوای برید این چه چیزا قصتون چه چی ماجرا چیزا بر من گفت گفتش که آقا ما می‌خوایم با, با این کشتی بلند شیم راه بیافتیم بریم به سمت خدمت شما عرض بکنم یمن و این چیزا این در خود من داشت تعریف میکرد خب میگم من تو فعالان ضد جنگ دنیا اونجا بودن کی جلو این کشتی گرفت کی برگردون همین نظامیه که همیشه با شما راه اومدن با راه آزمایشات ماهواره ما متوقف شد رفتید ماهواره رو موشک ماهواره رو در سمنان علم شد مدت ها جوری مون که ببینید خیلی هزینه بر این سوخت تزریق شد و نمیدونم این قصه ها دوباره این رو جدا کردن و برگردوندن این خیلی هزینه داره من یادم یکی از این بچه هاشون همون موقع با ما تماس گرفت گریه میکرد میگفتش اینا اجازه نمیدن این آزمایش ماهواره بر انجام شد بعدش هم چی شد شما دیدی بعدا هم که هر آزمایش دوزه ماهواره کردن همه شکست که اصلا یه, خب... یه, فضای خیلی بد علیه ایران درست کرد اصلا ایران شده بود نماد شکست بعد این وقت کشور عربی آزمایش های موفق ماهواره ای بعد این طرف ایران خورده اصلا عجیب غریب بود فضای رسانی که بعد دنیا داشت القا میشد خب اینا من اصلا بنا ندارم حرفایشون رو نقد کنم میخوام بگم خیلی حرفای غیر صحیح و دروغ گفته شده تو این ماجرا خب حالا این مفصل سنگ هایی که صورت گرفت توسط خود این آقایون در مسیر نظامی ها و برعکس همکاری هایی که نظامی ها کردن حالا عرض کردم همکاری که با اینا صورت گرفت حالا هیچ جای دنیا سر هیچ معاهده ای صورت نگرفته مورد سیزدهم که خیلی مهمه اینکه تأکیدی صورت گرفت این که سیاست میدان تعیین کرد سیاست کل کشور چه باشه این خیلی مهمه در مورد سیاست میدان جدا براتون میگم آخرام میگم خیلی مهمه حتما گوش کنید یعنی اصل تمام مسابقه یه طرف اون یه طرف اصلا این ساخته شد برای همین لفظ میدان و چرا لفظ میدان عرض میکنم خدمتتون که آقا سیاست میدان سیاست میدان یعنی این همین نبرد نظامی گری ما تعیین میکنه کل سیاست کشور رو این خیلی جالب بعد جالب از اون طرف خود ایشون شورای امنیت ملی رو وقتی ظریف داره میگه نظامی فقط یه نفر اون توه دبیر شورای امنیت ملی رو که خودتون میذارید رئیس شورا امنیت ملی هم که از خودتونه همین الان دبیر رو که شمخانی گذاشتید وزیر دفاع خاتمی بوده خب که ایشون هم خودتون توی این مصاحبه میگه چهره میانه رو محسوب میشه افراطی نیست بعد یه جای دیگه برای اینکه بگن چهره نظامی پر رنگ تر بودن رئیس نه سپاه هست نه ارتش هست نه نیروی انتظامی هست اینا هیچ کدوم حق رأی ندارن فقط رئیس ستاد کل نیروی مسلح تنها نظامی اونجاست جالب اینجا بخوان یه جا تو این مصاحبه برای اینکه بگن وزن نظامی ها بیشتر بود میگن که دو تا نظامی اون دومی نظامی رو میگه حساب میکنن خودش هم خانی که آدم خودشون رو حساب میکنن برای اینکه میگم واقعا اوج وقاحته خب بعد محضر شما عرض بکنم که میخوام بعد خودشون میگه میگه نماینده رئیس سازمان برنامه بودجه اونجاست <applause> خب اینو شما تعیین میکنید آقای روحانی شما داره تعیین میکنه چطور سیاست نظام تعیین میشه سپاه جرأت داره ارتش جرأت داره موشک هوا کنه بدون اجازه شورای عالی امنیت ملی مگه میشه من جماعت عجیبی هستید دیگه به قول من یادم اون زمان که دم از رفع حس میزدن اینا مردم شوخی میکنن تو شبکه اجتماعی میگفتن که آقا یه روحانی هست میگه رفع حس میکنیم یه روحانی هم هست توی شورای عالی امنیت ملی امضا میکنه که اینا تو عصر بمونن. خب اینا یعنی یه سیاست ژله ای اتخاذ کردن یه سیاست لغزندگی با و هوا جا خالی کردن عجیبه واقعا مورد بعدی القای وابستگی نظامیان ایرانی به روسیه ببین این یکی از بهترین گزینه ها برای جذب این جامعه رئیس سکولاره یادتون رفته میگفتن سفارت روسیه لانه جاسوسی از این حرفا میزن اینا خیلی خوب حتی یه جا دیگه مجری به صدا در میده. رسما یک جوری القا میشه که سردار سلیمانی و روسیه کار میکرده یعنی بعد از اینکه موفقیت و شکل گرفت پوتین ایرانو رو کشون رفت اونجا و یه چیز حرف بسیار سخیف زده میشه که آقا بدون این هم که ما بعدش این همه شهید دادیم بر دفاع از منافع روسیه بوده آخه میدونید نکته دردآور ماجرا کجاست این دوگان سخن گفتن و این تناقض‌هایی که نگاه میکنیم و می‌بینیم ایشون سراحتا در تلویزیون مملکت حضور پیدا میکنه های ظریف. بعد از شهادت سردار سلیمانی تو همون ایام در مورد ویژگی های که سردار سلیمانی صحبت میکنه ایشان دیپلماتی با هوش بود نمیدونم روابط ما فلان بود این طور بود اینا رو صحبت میکنه سراحتا میگه دیدار سردار سلیمانی با پوتین در حضور جدی روسیه در جنگ سوریه بسیار موثر بود بعد اینجا صحبت میکنه نه پوتین سردار سلیمانی رو و ایران رو کشوند اونجا و از ما شهید گرفتن این خیلی عجیبه یعنی اصلا با حرفای خود این آدم در تضاده بالاخره یا اون موقع دروغ داشته میگفتی یا الان داری دروغ میگی حالا نمیدونم چطور که شما اجازه دارید هر دروغی خواستید بگید خب و این که نمیدونم پایگاه نظامی ما رو اینجا قرار دادن در حالی که روسیه میتونست از ایران میومد حمله میکرد در حالی که روسیه میتونست از دریای مدیترانه اینا حمله کنه جالب همون بره من سخنرانیام هست آمریکا دور افتاد تمام کشور اروپای شرقی کسایی که با روسیه مرز داشتن رو در واقع شروع کرد رایزنی کردن که اجازه پروازهای پروازهای نظامی روسیه رو ندن خیلی جالبه روسیه باید میرفت یک دور بزرگ سنگین میزد برای اینکه بتونه یه حمله ای رو علیه تروریستای داعش و جبهه النصره تو سوریه انجام بده اون موقع ایران هم که گفت بیاد از پایگاه نوجه حمله کنید خیلی مسیر مسیر یک سوم و ما هم پیمان نظامی بودیم اونجا تو سوری کدوم آدم عاقل این کار میکنه. آیا ما پایگاه نظامی دادیم به روس عمرن و مطلقا همچین اتفاق اتفاقی نیفتاد هواپیماشو میاد اینجا همه مهمات از خودشون هواپیما از خودشون اینجا فقط میرفت حمله رو انجام میداد ما داشتیم حمله میکردیم چیز عجیبی نیست اعلام هم میکنیم خب همون بار هم نگاه کنید مجلس قبلی هم چطور نماینده شروع کردن شلوخ کاری کردن که این خلاف قانون اساسی و اصلا بحث شد که وقتی بررسی شد که اصلا این پایگان نظامی در اختیارشون قرار داده نشده اومده هواپیماش اینجا حمله میکنه آقا ما توی جنگ بودیم جنگ دشمن و مشترک دشمن مشترک داشتیم اینکه بیاد هواپیماش از اینجا شلیک بکنه چه رادی داره خب باید میرفت سه دور میچرخید که آی ظریف راضی باشن و این قصه روسیه هم به شما میگم این حملات به روسیه یه بودش اینه یه بودی دیگه هم آخر به شما میگم اثرات داخلی داره بر انتخابات بازم اونم انتخاباتی مورد 15 هم هی توی این مصاحبه بازی های رسانه ای و بچه بازی هایی که مثلا فکر میکنن مردم با نمیفهم و مردم به خدا روش پیدا کردن مردم دیگه اون مردم چند سال پیش نیستن سواد رسانیشون روش بده کرده این بازی ها این دروغ های شما رو میفهمن آقا فلان مطلب پخش نشو اجازه نمیدم این مطلب پخش بشه. این برای چیه بعد اینکه این حس کنجکاوی رو در شما به وجود بیاره یا مجری میگه وای این حرف داره اولین بار زده میشه نمیدونم فلان و جالبه از طرف دیگه سوتیایی و گاف تو این مصاحبه هست جایی داده میشه که اصلا مشخصه که مجری هم خبر داره از حرفایی که بعضی داره زده میشه خب برای این ایجاد حس کنجکاوی و میدونی که مردم وقتی این حس کنن که دارن مطالب جدید میشنون اسرار مگو رو میشنون اینم تاکید میشه دیگه مثلا از آیه خلخالی اینا ها یاد میکنن که آی خلا اسرار مگو رو برامون بگو و این طور این یه فضای اینجوری حس کنجکاوی به وجود میارن توی این مصاحبه مورد 16 هم زدن خود روحانیه اینا عبور از روحانی رو شروع کردن روحانی نماد ناکار آمده. یعنی روحانی امروز وقتی تو نظر سنجی ها بررسی میشه حتی من اینجا دارم میگم فکر میکنم بنی صدرم انقدر منفور نبوده خب و انقدر رأی منفی نداشته نمیدونم اما شاید هم داشته اما فکر نمیکنم داشته باشه که من میفهمم اونجوری سن و سال ما قد نمیدونم اونجوری از بزرگترا شنیدیم خب منفور بوده نه این, نه این اندازه و بی ارزگی روحانی کامل الغام میشه به مخاطب آقای مگه رئیس شورای عالی امنیت ملی نبود پس چرا فلان کار نمی کرد چرا اسلامی وزیر رو اخراج نکرد فلان ببین یه حرفا اینجوری خب بسم الله میتونست دیگه دستش بود پس اینا پس چرا یه سوال دارم اگر همین الان دوباره شماها بیاید سر کار کیاره میارید سر کار همین تیمی که الان هستید همین دولت روحانی دوباره میخواد بی... و واقعا من به شما بگم رأی دادن به این جریان لیبرال تو انتخابات پیش رو دولت سوم روحانیه حالا روحانی رئیس جمهور نیست یه جایگاهی مثل شبه هاشمی بر اینا پیدا میکنه برون کنار وایست و مثلا توصیه هایی کنه و از این قصه ها. بعد یه جا آخرش هم مثلا صحبت میشه که آقا آقای روحانی حرف گوش کن نیست از بالا به پایین نگاه میکنه تکبر داره اینا عبور از روحانی رو کلید زدن نیست. حالا ابتهی که همین چند وقت پیش اینا تیترهای روزنامه هاش هست که در مورد روحانی چه تمجیدها و چه هایی زده بود امروز ببین چطور دارن حمله میکنن به روحانی مورد 17 در مورد شخصی به نام آقای خسروی صحبت میکنن که میگه اونجا برگشت تو جلسه گفت اینا القاات امپر... امپریالیسم جالبه جالب اینجا تا اینو میخواد بگه طرف زودتر میگه این یعنی اسم ما هماهنگن خب اینا مواردی که نشون میده که مصابه ساختگیه و از قبل خبر دارن فقط قراری الکم برای اینکه جذابش کنن صوت لو رفته و این قصه ها رو بیارن درست بکنن مورد 18 تحریک گسل های دو قطبی قدیمی مثل حمله به سفارت عربستان برید یه بار دیگه مناظره های 96 رو نگاه کنید میبینید جهانگیری با همین عنوان رأی جمع کرده یه بار خب شما که یه بار با این را... بله منم رد میکنم حمله به سفارت عربستان شما مشکوکی منم مشکوکم خب اگر شما یه نیم صحبت های میکنیم ما یه عمر داریم راجب نفوس صحبت می‌کنیم و اینو به کنار میزنم اما می‌خوام بگم همون تمام علمان ها 18 مورد تا الان برای شما از بردم تمام علمان ها علمان های انتخاباتی هم قدیمی است. اتفاق جدید این ماجرا فقط ماجرا سردار سلیمانی که اینم وقاحت طرف مقابل نشون میده که اینا برای رسیدن به قدرت هیچ خط قرمزی ندارن نه نماد ملی براشون مهمه نه هویت ملی براشون مهمه نه غرور ملی براشون مهمه همه رو به خاک سیاه میشونن مورد 19 ام الغای مستقل بودن که آقا ما مستقلیم و فلان و بهمان جالب یه جاش میگه که سال 54 ملکه انگلیس میخواست بره استرالیا سر راه هواپیماش چی شد توی مهرآباد نشست شاه دوید رفت تو, فرودگاه یعنی تازه نشدن میخوان بگی که قبل انقلاب ما استقلال نداشتیم الان استقلال داریم و این استقلال با وجود من زریف حفظ میشه این خیلی جالبه رفتیم اونجا به این ماجرای روسیه هم برای زدن استقلال میگه دیگه یعنی اینا از غذای حرف میزنه اینا مستقل نیستن اینا ضد آمریکایی بودنشون از سر استقلال و ضد استکبار بودنشون نیست از جهت وابستگی به روسیه بودنشونه اینو داره القا میکنه این حرفو داره میزنه میگه رفتن اونجا و ببینه چلا خب یه سوال همینجا چرا بعد میگه اما الان چی خب الان چی در ادامه میفرمودید که همین نظامی ها کشتی ملکه انگلیس رو گرفتن خوابوندن چرا اینو نمیگید شما رفتید این کار رو کردید شما عرضه این کار رو داشتید خب این که نبوده که درست شد ببینید یعنی اینا میخوام بگم که جاهایی هم که یه کلمه بخوان مصداق بیارن جز این که باز بخوان از قدرت نظامی کشور سکوت همینجا سکوت اختیار میکنن یعنی تو استقلالتون هم پفکیه و هیچ قابل اتکا نیستش چند تا نکته آخر بگم ببینید ایشون از صحبت میکنه که هنوز نپذیرفتیم اقتصاد نقش داره در قدرت یعنی این بار ما بیاییم به مواحث اقتصادی رو در رای زنی های اختص... سیاسیمون و دیپلماتیکمون قرار میدیم میدونه مردم گیر معیشتن نیه؟ اینا فنی انتخاب شده خب آقای برادر من شما که وزیر محترم امور خارجه یه جا نقد میکنی چرا ما معاونت نمیدونم اقتصادی و فلان خب آقا چرا خود شما اینا رو را رای... چه بلایی سر رای اقتصادی ما بودی؟ چند ماه بود مملکت ما در کشوری که 37 درصد اقتصاد شما گره خود یعنی چین سفیر شما معرفی نمی کردید؟ مسخره کردید برید ببینید همین روسیه که دارید اسم میبرید از غذا جاهای دیگه هم هم گفتید که من خودم خیلی نقش داشتم میرفتم میومدم اینا می رو میفرمایید خب برید ببینید سهم ما از بازار روسیه چقدر چقدر بارها اینو گفتن آقا ما زمانی که روسیه درگیر شد با ترکیه چون از ترکیه غذا وارد میکرد پالس فرستاد به سمت ایران که آقا من از ایران میخوام غذا وارد کنم چیکار کردید شما چه بلایی سر مملکت آوردید تمام این بچه‌هایی که توی چین کار می‌کردن و یکی از معدود مسیرهای ما برای دور زدن تحریم‌ها بود سفیر معرفی نمی‌کرد اینا مونده بودن دولت چون هیچ قراردادی امضا نمی‌شد هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد بعدش که باز به خاطر اینکه آمریکایی‌ها نگاهتون نکردن سفت سمت چین رفتید جالبه همین هم باز نقطه گردن جریان مثلا انقلابی که آ اینا می‌خوام آمریکا سمت چین برن والا لاریجانی شما رفت قرارداد بست اینا خیلی آدمای عجیبین یه جا دیگه چیزی میگه که این دیگه واقعا جذاب و جالبه میگه بیشی از نیمی از برجام نظر ماست در حالی که هفت نفر میشماره پنج نفر شش نفر هفت نفر جلو ما نشسته بودن با خودمون میشیم هشت نفر باید یک هشتم برجام برای ما می بود اما نیمی از برجام و نظرات ماست برادر من این حرف چی چیه اینا رو بر مردم میگید که خبر ندارن اطلاع ندارن و ما نمیتونید خام بکنید شما اصلا مذاکره انجام ندادید متن برجام شنوندگان محترم مخاطبان عزیز چهارده ماه قبل از برجام در اندیشه کده گروه بین المللی بحران نوشته شده بود International Crisis Group یک متنیه ایران اند P5 plus 1 Solving the Nuclear Rubik's Cube ایران و گروه پنج بلاوه حل مکعب روبیک هسته ای ایران عنوان گزارشه گزارش 152 خابر میانه 9 می 2014 14 ما قبل برجامه برید ببینید تو اونجا چه مواردی اشاره شده 95 درصد با متن برجام مشترک اجازه به غنیسازی محدود در ایران آن هم با سقف 6400 سو در نتنز در نتنز غنیسازی باید صورت بگیره نه در فردو چرا؟ چون نتنز تو سطح میتونن بزننش فوردو رو نمیتونن بزنن در نتنز امکان و دسترسی خرابکاری دارن در فوردو احتمالا ندارن مستحضری چرز میکنم اینا همش توی اون متن اومده یعنی گروه امن آقا میدونی که از اعضای درجه اصلا زیر نظر جورج اون اندیش گده. شما اینو نمیخواید ببینید جماوری سانتریفیوژ از فوردو و سالن ای انتقالشون به انبار در سالن بی نتنز اونا حتی میدونستن باید سالن بیو انتخاب بکنن به خاطر چی به خاطر اینکه ارتفاع سخت بلند سالن پر باشه که بعدا ایران خواست مدل های جدید سانتریویژه خودش آی آر نمیدونم ای تو چی و چی و اینا رو بخواد به چینه اونجا نتونه از اون سالن استفاده کنه و برای سالن سازی به زمان نیاز داشته باشه عقب بیفته تا این جزئیات امریکایی ها روی بحث هسته ما سوارن بعد شما چه متخصصین برداشتید بردید اونجا حالا بماند من نمیخوام وارد مباحث بشم مورد بعدی اکسید کردن ذخایر سوخت 20 درصد و 5 درصد ایران بازطراحی راکتور عراک با هدف از بین بردن بازفراوری ف... باز پلوتونیوم تبدیل مرکز غنیسازی فوردو به یک مرکز تحقیقاتی صرف هیچ حق غنیسازی وجود نداشته باشه تو فوردو ایجاد شفافیت و نظارت کامل بر فرایند غنیسازی ایران تعلیق تحریم ها در بازه زمانی محدود و تمدید آن متناسب با اقدامات ایران حفظ بازگشت پذیری تحریم ها اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران و کد سه ممیز یک اجرا اجازه به آزمایش سانتریفیجا در مرکز تحت نظارت بازرس های آژانس آزمایش سانتریفیجا یا تحقیقاتی ها اقدام ایران برای حل مسئله, مسئله پی ام دی تمام اینا تو این سند اومده بعد شما میگی نصف شما نوشتیم آقا دم شما گرم خدا وکلی. شما دیکته نوشتید آمریکایی اومدن بهتون گفتن اینا رو بنویس شما گفتید چشم. یه چیزی بهتون بگم که اوجه من نمیخوام بیشتر از این غرور به خدا خیلی از حرفا رو نمیزنم برای اینکه نمیخوام غرور ملی مردم تحقیر بشه که با خودتون بگید اینا کیان دیگه تعداد سانسوی فیشا تو سریالای آمریکایی اومده بود تو سریالای آمریکایی که یه زن نشسته داره مذاکره میکنه زن نماد هیلاری کلینتون اون تا مشکل اینا چی بود که اینا برنامه‌ریزی شدن یه زن رئیس جمهور بشه ترامپ یه مشکلی شد این وسط که سریع هم حلش کردن یه دوره ایش کردن دیگه تو برنامه‌ریزی اینه که یه زن رئیس جمهور بشه الان هم شما خواهید دید که این آیه بایدن خیلی کاری نخواهد بود و همه کارا عموماً گردن همین معاون اولش و عهده او خواهد بود خانم کاملا هریس مثلا برای اولین بار اینجوری دو نفری با این اندازه و اینجوری در پوسترهای تبلیغاتی این شکل دارن استفاده میشن در امریکا خب بعد شما میگید که ما یک نصف شما نمیشیم در حالی که یک هشتم بود آره دیگه طرف یه طرف ها اومده تو کوچه به قول داره کوچه خلوت داره لادبازی در میاره دیگه حرفشو میزنه و کسی هم نیست گوش کنه خب. مورد بعدی بزرگ کردن نقش روسیه و علل خصوص زدن لاوروف میدیدی من به لاوروف فوش دادم یه فوشی دادم اینجا نمیتونم بگم ببین سخیف ترین حرفا رو زدن ها عرض کردم یا کمر افتادن و نمیدونم عضو هم چی چی و بریدن و نمیدونن اینا رو گفتن ببین چی گفته های ظریف لاوروف که اینجا نمیتونه بگه بعد میگه میخوای من بگم میگه نه تو هم نمیتونی حد بزنی مثلا بعد دهن ماجرا آقای مجریه میگه نه تو هم نمیتونی حد بزنی باری کلا آقا ضد روس اصلا به شما باری کلا به شما ماجرا چیه اینجا هم شما عرض بکنم ماجرا به سفر قالی آقای قالیباف روسیه برمیگرده وقتی اون الان یکی از جدی انتخاباتی رو قالیباف میدونن حالا منم هر نظرم رو گفتم راجب اینکه آیه سران و در انتخاب شرکت کنن یا نکنن قبلا نظرم رو مف... سراحتا عرض کردم توییت هم زدم خب پس حداقل هیچ انگی به ما ها نمیچسب حداقل به بنده نمیچسب چه کار شکنی های صورت گرفت که غالیباف اونجا دیدار صورت نگیره اینو بدونید توسط وزارت محترم امور خارجه بعد خب از اونجا از رئیس مجلس خواسته شد که 14 روز توی هتل میمونی ما از, از تست میگیریم او هم گفت این دور از شأن هیئت ایرانی من برمیگردم بعدش بلا فاصله لاوروف پیام فرستاد که پس من خودم میام ایران شما رو میبینم برای اینکه لاوروف میخواست بیاد ایران چه کار شکنی کردن دوباره چه پیغام ها به روسیه فرستادن مونتاون اونا گوش نکردن و اومدن دیدار شکل گرفت این یک در واقع کینه اینجوری هم وجود داره که باید صاف میشد که توی مصاحبه به نظر من صاف شد حالا یه نکته دولت که نمیتونه از یه فایل صوتی حفاظت بکنه ببینید چه اسنادی رو طالب باد هوا داده رفته چه چیزایی رو دارم این صوتی که دست خودشون بوده خب من تو برای همین عرض میکنم که به نظر میرسه این خودشون پخش کردن اینا مسئله اصلی اینه که حواسا از ناکارامتی دولت برگردونن آقا مراکز معتبر بررسی اقتصادی دارم میگن بیش از نیمی از مردم ایران نزدیک به چهل و خورده ای از ثروتشون رو در بورس از دست دادن با دعوت مستقیم رئیس جمهور این یه جلو چش مردم اتفاق افتاد دیگه خب وقتی میگه بیش از نیمی از مردم ایران بدونید بعضی از اینا سرپرست خانوادن یعنی مرد خونه است بچه دو سالش که دیوز به بورس نبوده که خب الزامه یعنی اینجا چه اتفاقی افتاده یعنی این که این جمعیت رو نگاه کنی جمعیت چه میدونم 60 میلیونی شاید نمیدونم چقدن خب نیمی از جمعیت مردم ایران سروازشون به باد فنا رفت فقط با ماجه بورس صف مرغ درست کردید صف موز درست کردید نمیدونم صف گوش درست کردید یه روز پیاز یه روز گوجه فرنگی یه روز یعنی شما توانای مدیریت چیزی که ما خودمون تولید کنندیم توش ندارید نهاده های دامی توی گمرک پوسیده از این ور به مرغدار نهاده دامی نمیرسه با عرض 4200 دلار 25000 تومان با عرض 4200 نهاده دامی وارد کردید مرکز پژوهش ها داره میگه مرکز پژوهش مجلس داره میگه فقط 55 درصدش دست مرغ داریسته 45 درصدش این وسط باد هوا رفته قاچاق شده رفته بازار آزاد شما توانایی رسوندن یه دونو به مرغ ندارید مرغداری که مشخص شناسنامه دارن میتونن بیرن از یک مراکزی بگیرن من نگفتم نمیدونم به کل مردم ایران این اوجنا ناکارآمدی هستید شما 60 تن طلای مملکت رو به باد فنا داد جانگیری. گرفتید اون مظلومین رو اعدام کردید که چلا طلا خریده با این که طلا رو در معرض خرید قرار داده بود کاری نداشتید چند ده میلیارد دلار پول رو با ارز 4200 ارز جهانگیری به باد فنا دادید ناکارآمدی از این بیشتر کشورهای منطقه رو شما نمیتونید کنترل بکنید تو این مصاحبه هر جا گیر میکنید کشور منطقه میگه طرف مقابل خراب کرد من نبودم عربستان قبول نکرد آمریکا نذاشت جاهای دیگه که میرفتید آمریکا عربستان میذاشتن چطور ما قبلش میتونستیم اینا رو کنترل کنیم مدیریت کنیم چه شما اومدی چرا خرابکاری کردید سوال دیگه اگه نمی بود قدرت نظامی و هسته ای شما با برای چی میخواستی بهت مذاکره کنید یادتون رفته دوره قبل زمان دولت های خاتمی که رفتید مذاکره کار به جای رسیده بود که میگفتید ما سه تا دونه سانتریفیوژ داشته باشیم برای قشنگی بذاریم به بچه همون نشون بدیم بگیم ببین اینا به اینا میگن سانتریفیوژ نگاه کن یادتون رفته دولت قبل این رسون به 19 هزار تا سانتریفیوژ سوخت 20 درصد به دست آورد بعد رفتی نشستی با میراث یکی دیگه مذاکره کردی اونا رو هم به باد دادی رفته اینا اگه نشون با چی میخواستی بری مذاکره کنی ای قدرت نظامی نبود که میزد تو سر دون موشکو خود شما رفتی های ظریف میبرن رفتی گفتی تو دانشگاه رفتی گفتی که آقا آمریکا بمبای داره که با یه دونه بمب میتونه کل تسلیحات نظامی ما را بندازه خب داره چرا نمیزنه برای اینکه میدونه اسرائیل با خاک یکسان میشه برای اینکه میدونه پایگاه نظامیش خورده میشه برای اینکه میدونه قیمت نفت باید بره رو 2300 دلار برای اینکه میدونه آرامکو با خاک یکسانه بیشتر به توضیح بدم برای اینکه میدونه بابل بسته میشه یه کشتی از اونجا رد نمیشه دنیا گره میخوره اینا همش قدرت نظامیه اینا همش داشته های منطق منطقیه بعد شما اینجا میاد یه دو قطبی درست میکنید جلو نظامی ها قرار میدید یه واقعا وقاحت از نظر من اما مهمترین موضوع استفاده از واژه میدان میدونید چرا به خاطر که امسال در سالگرد شهید سلیمانی مرد میدان این عنوان تگ و به قولی هشتک انتخاب شده صدا و, و همه جا بود مرد میدان مرد این میدان ما آقای ترامپ اگه یادتون باشه خب عمدن لفظ میدان داره استفاده میشه قدم گفته میشه که به عنوان یک کلمه جدید جا بیفته بین مردم خب تو این مصابه چی القا صورت گرفته که همیشه دیپلماسی خرج میدان شده میخواد درست بشه این بار بچه چه اتفاقی بیفته میدان خرج دیپلماسی بشه میدان یعنی چی یعنی موشکا میدان یعنی چی یعنی حضور منطقه اسم دیگه شو بگم برجام دو و سه. دو جدید دو میدان مذاکره است ببین من نکته که عرض میکنم این, این خبری که همین امروز اومده بیرون خب دیروز که آیه ظریف در بغداد بوده این که دیگه اخبارش همه رسانه شده و پخش شده شما نگاه کنید کارشناس مؤسسه امریکن انترپرایز افشا میکنه پرده برداری میکنه از مذاکرات موازی دولت آیه روحانی با امریکایی ها بر سر مسائل غیر در کجا در بغداد در منزل شخصی وزیر امور خارجه عراق چون دولت کازمی هم که میدونید کدوم طرفی دولت کاملا امریکایی در عراق سر کار اومده خب این طرف روی ویان ما داریم صحبت میکنیم مثلا در مورد هستی اون طرف داره برجام دوسته مقدماتش فراهم میشه اینکه دارم عرض میکنم فکر نکنید یه تحلیل صرفه نه اینو مبتنی بر حقایق و فکت هاییست که دارم خدمتون عرض میکنم اصلا اصل اینه خودشون پخش کردن از نظر بنده و, و حداقل اینا داشته داشت حد حداقلش اینه که داشته زبط میشده برای یوزی که پخش بشه حالا بخشایش همه عکس ها آماده فیلم آماده میبینید هی عکس ها تو صحبت ها میاد ما از صوتی که داریم میشنویم میتونیم اضافت بکنیم حالا نمیدونم اومدن حرف زدن که بیان که آره این تختی شده بوده والا من دیگه خودم فوق تخصص اینو دارم که صحبتامو تختی میکنن خب اینا خب کامل داری جمله میگی کدوم تختی کامل بحث تو شما مطرح کردی میگی پخش نشه ها شما داری میگی پخش نشه پخش نشه حالا به ادا بوده بعد شده داره پخش میشه خب مردم باید دقت بکنن اینا یک بار دیگه میخوان سواری بگیرن از مردم فراموش نکنیم مردم اینا قدرت این کار دارن یادتون رفته 92 تا 96 هیچ کاری نتونست انجام بدن 96 با همین قصه به رئیسی گفتن آیت الله اعدام دیوارا رو میان پیاده رو میکشن نمیدونم دلار رو ال میشه بل میشه 5000 تومان نشه یه وقت دلار یادتونه الان دلار 25 تومانه انقدرم وقیه هم میگن اگه ما نبودیم 50 تومن میشد 50 تومن میشد میگن اگه ما نبودیم 100 تومن میشد کنترل که نمیندازه که همینجوری بر جلو نبود یه چیزی رو عدم یه چیزی رو شما میخواشم اثبات بکنی مردم یه بار دیگه میخواد از این جریان گول بخورید اینا همینان همین همین چند نفرن حالا مثلا دیگه جو مهرا عوض میشه روانی میره کنار مثلا ظریف میاد جاش فکر چی عوض میشه اینا گشتن به قول خودشون به زعم خودشون دیدن محبوب ترینشون ظریف گفته اینو بنزیم جلو یا خودش رای میاره یا اگه نیومد تو میدان بر ریاست جمهوری چیکار میکنه از هم... از یه کسی دیگه حمایت میکنه بهترین کار برای آوردن قشر سیاه و سکولار زدن حاج قاسم زدن سردار سلیمانی این داره این اتفاق میفته این هم نشون میده که اینا هیچ حد و مرز و شرف و شرمی ندارن از هر چیزی استفاده میکنن و رسیدن به مقاصدشون و از طرف اینا خوب میدونن که قشر متوسط به پایین به خاطر فشارهای اقتصادی احتمال داره از انتخابات قهر کنه دائم دارن نظر می کن. پس اون قشری که ممکن بوده رأی بده به مخالفین اینا نمیاد و قشر سیاهی که همیشه اگه شما فش به نظام و به دم از برجام دو سه اینو بزنی میاد اونا میان فلز این مهندسین افکار عمومی داره صورت میگیره سرتون درد بردم عذرخواهی میکنم امیدوارم مفید و فایده بوده باشه ببخشید دیگه خوردم مارمزونی قندمون خورده افتاده بود البته فکر کنم تون تون هم صحبت کردم تا فشارم بالا بود اگه افتاده بود به خاطر این حرفایی که شنیدم واقعا عجیب غریب بود و دوست ندارم من بعد امید کسی مردم احمق فرض میکنه مردم آگاهن مردم باید آگاهی داد ما باید مردم تا جایی که میتونیم برید روشن کنید واسه من درخواست میکنم فکر میکنم که فکر, فکر میکنید این اراضی بنده مناسب بود و به درد خوره حداقل تا حدودی بر بقی هم بفرستید بعضشون بخواد که فعلا فقط گوش کنن خودشون قضاوت کنن بی طرفانه تعجیل در فرج امام زمان سلامتی همه شما عزیزان ان مشکلات از سر مملکتمون برطرف بشه صلواتین هم